من فکر میکنم در ایران ما میبایست بسیاری از به نوعی این واژه های نوین، یعنی این جنگ های نیابتی استراتژی که در این جنگ ها هست، نیروها به چه شکل کار میکنن، تصمیم گیری و نیز لیدرشپ در این نیروها رو یه مقدار بیشتر به اصطلاح عمیق واردش بشیم. میدونین که پیشرونده در این زمینه روسا هستن و گروه واگنر و به اصطلاح اون کشته شدن رهبر گروه واگنر و شرکت بسیار بسیار نقش آفرینی که در جنگ اوکراین داشتن، سازماندهی این گروه ها رو بر صورت بسیار متحول میکنه نیز در خاورمیانه. مسئله مرکزی اینی که آقای نصرالله خودشون به دقت امروز صحبت کردن، یعنی تهدیدهایی که روی جمهوری اسلامی به لحاظ به نوعی استدلال موجوده در مطبوعات برداشتم، تا اون حد که گفتم رهبران جمهوری اسلامی اصلا مطلع نبودن. ما باید بدونیم الان ما اخباری هست که حتی گفتیم که آقای هنیه نیز مطلع نبودن، بخش سیاسی حماس ایشون خودشون رو برای سفرهای رسمی به عراق آماده میکردن قبل از هفته اکتبر. این واقعی که اتفاق افتاد واقعا یه بحث نظامی و امنیتی درون حماس بوده. آیا به دلیل اختلافات بین رهبرانه؟ به نظر من نه، به دلیل شکل و اون چیزی که گفتم باید عمیق در این زمینه نگاه کنیم. ببینین مسئله مرکزی که این گروه نیابتی به لحاظ دستور کار تأمین منافع نیروهایی که دارن، یک لاجستیک میدن، دو پول میدن، سه شبکه‌های زمینی رو اجازه میدن این نیروها به دست بگیرن. یعنی به نوعی کار ارتشای رسمی رو خیلی ارزونتر انجام میدن، تمام فشارها رو روی دولت‌ها برمی‌دارن و در عین حال این فضایی که به وجود میاد، یعنی عدم اعتماد به خبررسانی درست که کی این کارا رو انجام میده، کی ناامنی رو به وجود میاره، از بین میبرن. خب اون چیزی که در این زمینه بسیار مهمه ما باید توجه بکنیم، این فقط در شرایطی به وجود میاد یا شما یک دولت اتوریتر بدون قانون مثل روسیه دارید که اجیر میکنه و نیروهای پروکسی رو در جهان رشد میده، در آفریقا، در آمریکای لاتین و نیز در اروپا، یا دولت هایی که دیگه اون به اصطلاح شالوده های اساسی دولت رو ندارن مثل ایران. از زمان آقای رئیسی ما کاملا نابودی کامل همون نهادهای جمهوری اسلامی رو به طور کامل، یعنی دولت به معنای دقیق کلمه از دیدگاه جمهوری اسلامی می‌بینیم نابود شد. در چنین شرایطی خب این نیروها میتونن به اصطلاح وظایف و بخش‌های مختلف فعالیت خودشون رو به عهده بگیرن و این شرایط ناهنجاری به وجود میاد که ما الان درش قرار گرفتیم.